أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرق اسلام با سایر نظام ها، حالا چه نظام های آسمانی مثل مسیحیت و یهود و آیین مجوس و اینها، چه آیین های بشری مثل هندو و بودیسم و سایر آیین ها، یکی از تفاوت هاش این همه جانبه بودنشه. شما در هیچ مکتبی، تحقیقا خدمتتون عرض میکنم، بنده تدریس کردم مکاتب رو، مذاهب رو تدریس کردم، در هیچ مذهبی، در هیچ آیینی یک نظام تربیتی کامل پیدا نخواهید کرد. حتی نظام مسیحیت که ظاهرش اینه که اخلاقی تربیتیه، چون انجیل رو شما بخونید، اصلا کلا نظام مسیحیت نظام تربیتی ظاهرش، در این حال خیلی از ابعاد تربیت رو اونجا شما نخواهید دید. تربیت یه بعدی است، اما اینکه بخواد یک نظام اندامواره ارائه کرده باشه که همه نیازهای تربیتی انسان رو پوشش بده، این خاص اسلامه. تحقیقا هیچ مکتبی، نه زمینی نه آسمانی، چنین خصوصیتی رو نداره که تمام نیازها و احتیاجات و تمایلات تربیتی انسان رو کامل پوشش بده. اینه که انسان تو فضای اسلام میتونه خیلی راحت از تربیت حرف بزنه، هیچ جا نمیمونه. همون مفاهیمی که تو علوم تربیتی مطرح شده، وقتی تو مبانی میاید میبینید دقیق ترین مبانی تو اسلام وجود داره: مبدأ، مقصد، راه، راهنما، مربی، متربی، همه مبانی روشن روشنه. وقتی به اصول میرسی، یعنی در همه زمین ها اصول وجود داره، اصول ناظر بر انسان، اصول ناظر بر متربی، اصول ناظر بر مربی، اصول ناظر بر خود تربیت، همه اینها تو اسلام وجود داره. وقتی میری سراغ روش ها، میبینی ده ها روش تربیتی دقیق نه تنها مطرح شده، به کار گرفته شده. پیشوایان ما ائمه ما علیهم السلام دقیق ترین روش تربیتی اعمال کردن، نشون دادن در عمل که این روش، روش ارز کنم گویا و روش کارایی است. میرید سراغ عوامل، این وسائل شیعه دوستان مطالعه بفرماین. حرفهایی تو وسائل شیعه در زمین تربیت هست که ارز کنم که اخیراً تو محافل غرب، مثلا بعد از مندل که بحثه اون قوانین ژنتیک و مهندسی ژنتیک رو مطرح کرد، و بعد هم تا پاولوف و اینها، اینا اخیراً پیدا شده. شما از قول امام صادق علیه السلام میده خیلی بهتر از این توی وسایل شیعه ما هست. چه روایتی که در زمینه ژنتیک اومده، چه روایتی که در زمینه سایر عوامل مؤثر در تربیت اومده. بنده هیچ جا نموندم تو مباحث تربیتی، هر جا که موضوع تربیتی مطرح شد، اون آخرین یافته‌های تربیتی رو بلافاصله از روایات معادلش رو خوندم، از آیات معادلش رو خوندم. بحث محیط رو مطرح می‌کردم، چند تا آیه از قرآن می‌خوندم، چند تا روایت از روایات می‌خوندم. بحث هیچ جا نموندم بگم اینجا من یه حرف تربیتی رو از یافته‌های جدید تربیتی وجود داشت که نتونستم یک مستند دینی براش پیدا بکنم. این جامعیت، این همه بعدی نگری در نظام تربیتی خاص اسلامه، ولذا شما در فضای اسلام هر عرض کنم مانور تربیتی که بخواید میتونید داشته باشید. این خودش یکی از دلایل حقانیت این نظامه که انسان رو از قبل از تولد تا اوج اعلی علیین همراهی میکنه. میخوای به خدا نزدیک بشی، میخوای به کمال برسی، راهش اینه با همه جزئیاتش. خب از جمله اینجا میبینید که حضرت علی علیه السلام در نامه‌ای که به عنوان یک نامه تربیتی به فرزندش امام مجتبی علیه السلام و همه مخاطبینی که این نامه رو میخونن مینویسه، گوشه‌هایی از نظام تربیتی اسلام رو
به وضوح برای ما توضیح میدن که عرض کردم اینجا اون هدف متوسط تربیت که کیفیت تنظیم رابطه انسان با دیگران باشه رو حضرت بیان میفرماید. بحث ما در جلسات پیش رسید به اینجا که حضرت فرمود که اگر با دوستت برادرت قطع رابطه کردی، در ذات خودت در خودت یک بقیه باقی بذار که اگر خواست دوستت برگرده بتونه برگرده، راهی برای بازگشت براش باقی بذار. و من ظن بک خیرن فصدق ظنه، ای کسی نسبت به تو گمان خوب داشت، اون گمانش رو تصدیق کن. اینجا دو تا نکته تربیتی هست. یک، طوری رفتار کنید که در مظان خیر باشید. به عبارت دیگه این عبارتون اخرای اون جمله خود حضرت است که فرمود وَتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمْ، در موضع تهمت نباشید که مردم نسبت به شما گمان بد داشته باشن. اگر شما با یک آدم لاابالی رفت آمد کردی، خب مردم نسبت به شما مزنون میشن. اگر شما جای بد رفت آمد کردید، در محیط فساد رفت آمد کردید، عرض کنم که یکی از معصومین که حالا فراموش کردم، خانمی پشت سرش بود، سوار مرکبش بود، داشت میرفت، وقتی رسید به جمعی فرمود ایشون همسر منه یا ایشون خواهر منه. گفتن مگه ما نسبت به شما سو؟ گفت حالا بگم که اونا گفتن ما که نسبت به شما سوء ظن. فرمود باشه من بگم که خیال سنوات خودشو در موضع تهمت قرار بده. گاهی لباسی که انسان میپوشه، آرایش صورتش، ظاهرش، اینها انسان در موضع تهمت قرار میده. در نظام تربیتی اسلامی ما اون ملامتی گری رو قبول نداریم. ملامتیه یه گروهی از صوفی هستن که میگن باید ما طوری رفتار کنیم که دیگران ما رو سرزنش کنن. با اینکه آدم متدین بودن، مثلا یکیشون در مشهد زیارت میکرد، وقتی میخواست بره حرم امام رضا علیه السلام، مشهد زندگی میکرد، میخواست بره حرم امام رضا علیه السلام، عباش میداخت به سرش، طوری رفت میرفت که هیچ کس نشناسه، که بگن ایشون اصلا زیارت نمیره. این تو نظام تربیت اسلام قابل قبول نیست. ما ملامتیه رو قبول نداریم. نه انسان باید ریا بکنه، نه از اون طرف باید کاری کنه که توی ادبیات ما زیاد وارد شده ها، حرفایی که گفتنش الان صلاح نیست اینجا، کارهایی کردن بعضی از همین ها که گفتنش اینجا صلاح نیست، نه اونا رو ما قبول نداریم. نباید انسان رفتاری بکنه که مورد تهمت واقع بشه. باید طوری رفتار کنه که مردم نسبت به حسن ظن داشته باشن. میدونید فایده این حسن ظن چیه؟ خداوند هم اون حسن ظن رو قبول میکنه. کسی که از دنیا میره مستحبه که کسانی که در تشییع جنازه شرکت میکنن بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خود ما از این شخص جز خوبی ندیدیم. چرا؟ چون هر چی نگاه کردن دیدن ایشون اهل نماز، اهل خدای ما از ایشون جز خوبی ندیدیم. خدا هم به فرشته ها میفرماید بدیاشو پاک کنید. حالا که 40 تا بنده مؤمن ما گفتن ایشون خوبه، منم میگم خوبه. یعنی خداوند عمل میکنه به اون حسن ظن مؤمنین. طوری رفتار حتی در نماز میت هم میدونید که این جمله هست دیگه، یکی از فرازهای نماز میت اینه که تو اون فراز آخرش میگیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا ان کان محسنا فضل فی احسانه و این کانم مسیعا فتجاوزن سیاته. خدای ما از این شخصی که داریم بهش نماز میخونیم جز خوبی ندیدیم. اگر خوب بوده چنون که ما فکر میکنیم بر خوبیاش بیفزا، اگر بد بوده ازش بگذر، از بدیاش بگذر. طوری رفتار بکنیم که عرض کنم که مردم نسبت به ما حسن ظن داشته باشن. اون شعر حافظ میگه که طوری با مردم مدارا کن که مسلمان با آب زمزم تو رو بشوید. و عرض کنم که البته حالا اون یه مقدار افراطیه، ولی خب پس نکته اول این شد که ما در تعاملاتمون، رفتارمون طوری رفتار بکنیم که مردم به ما حسن ظن داشته باشن.
بگن ایشون آدم خوبی است. این با ریا فرق میکنه ها، این با سمعه فرق میکنه. و دو، حالا که مردم نسبت به ما حسن ظن دارن، ما این حسن ظن مردم رو خراب نکنیم، کاری نکنیم که مردم بگن عجب اشتباهی میکردیم و این که خیلی بد بود، ما پشت سرشون نماز میخوندیم، این که تو زرد عذاب در اومد، این که بد شد. اینم نکته دوم. این دوتا نکته همدیگه رو پوشش میدن. یعنی اگر انسان تلاش کرد که مورد حسن ظن مردم واقع بشه، خود به خود خیلی از کارا رو نمیکنه، خیلی از گناه ها رو مرتکب نمیشه. دو، حالا که مورد حسن ظن مردم واقع شده، تلاش میکنه گناهی نکنه که این حسن ظن از بین بره. هر دوش میشه تربیت، هر دو نکتهش میشه تربیت. یک بار دیگه دو نکته عرض میکنم و رابطه این دوتا با هم که چطور به شکل متقابل پله پله انسانو به تربیت نزدیک میکنن. نکته اول این شد که وقتی انسان تلاش میکنه که مورد حسن ظن مردم باشه، از خیلی از گناهان پرهیز میکنه. بعضی از گناهان به لباس ما مربوط میشه، بعضی ها به رفتار ما مربوط میشه، بعضی به حرفای ما مربوط میشه. خب انسان برای اینکه دیگران نسبت به او سوء ظن نداشته باشن، او رو خوب بدونن، خیلی از حرفا رو نمیگه، در نتیجه خیلی از گناهان رو مرتکب نمیشه، در نتیجه خیلی از مسائل تربیتی رو مراعات میکنه. این یک. و دو، حالا که مردم نسبت به او حسن ظن دارن، تعریفش میکنن، میگن آدم خوبی است، تلاش میکنه که کار بدی نکنه که این حسن ظن مردم از بین بره. اینها به شکل متقابل عمل میکنن و انسان رو گام به گام جلو میبرن. خب حضرت میفرماید اگر مردم نسبت به تو حسن ظن داشتن، اون حسن ظنشون رو تصدیق کن، کاری نکن که اونها بگن ما اشتباه میکردیم، ما بد فکر میکردیم. ولا تزیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه، حق برادرت رو ضایع نکن با تکیه بر این مسئله که خب ما با هم برادریم دیگه، ما با هم دوستیم دیگه. با تکیه بر دوستی و برادری حق برادر رو ضایع نکن. ما گاهی خیال میکنیم تو محیط برادری هر کار کردیم کردیم، تو محیط دوستی حق و مراعات کردیم کردیم نکردیم. بله، او ممکنه اعتراض نکنه، او ممکنه که واکنش نشون نده، ولی ما باید وظیفمون انجام بدیم. پس جان فرمایش حضرت اینه که گاهی افراد با تکیه بر محیط اخوت، با تکیه به این که او اعتراض نخواهد کرد، او چون برادر ماست، چون دوست ماست، چیزی نخواهد گفت، اون حق برادری رو مراد نمی کنن، زیر پا میذارن، میگه این کار رو نکن. که حالا باز اینجا هم چند تا نکته وجود داره. یک، علاوه بر اون حقوقی که حقوق انسانی که افراد به هم به گردن هم دارن، یه سری حقوق اخوت و برادری هم نسبت به هم دارن. این از اون بحثاست که حالا الان شاید صلاح نباشه من واردش بشم. بعضی از موارد هست حتی اینا از هم ارث میبرن. اگر عقد اخوت بستن، باید بر اساس اون عقد اخوت عمل بکنن. اگر صیغه عقد اخوت خوندن، اگه ایشون از دنیا رفت، باید اون که باقی است کارهای اونو انجام بده، یا بر اساس اون چی که تو اون صیغه عقد اخوت با هم قرار گذاشته بودن. یه حقوق فوق‌العاده‌ای در محیط اخوت به گردن انسان وارد میشه که باید اونها رو شناخت و عمل کرد. این یه نکته. نکته دوم این که این حقوق مثل سایر حقوق قابل مطالبه هست. اگر زیر پا گذاشته شد، طرف میتونه در قیامت از ما مطالبه بکنه. و نکته سوم این که گاهی به خاطر این که او مراعات میکنه، او به رو ما نمیاره، او اعتراض نمیکنه، ما حقشو ندیده بگیریم، میفرماید این کارو نکنید، شما وظیفه انجام بده، ولی اینکه او اعتراضی نکند. فانه لیس لک باخ من ازعت حقه، چون اگر
حقش رو ضایع کردید دیگه او برادر تو نیست. آنچه که باعث شد که شما دوتا با هم برادر بشید همون حقوق ویژه بود دیگه. وقتی حقوق کنار گذاشتی دیگه برادری نیست. آنچه که باعث شد که شما نسبت به هم اخوت و برادری پیدا بکنید دیگه، پیامبر وقتی که افراد رو با هم برادر میکرد خب اینو باید حق برادری مراد میکردن، یعنی حساب شده بود. و جالب اینه که پیامبر هم مراد میکرد که کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز. مثلا عمر رو با ابوبکر برادر کرد، عثمان رو با عبدالرحمن بن عوف برادر کرد، طلحه رو با زبیر برادر کرد. خلاصه اینو مراعات میکرد پیغمبر، خودش رو هم با امیرالمومنین برادر کرد. خب اگر هیچ کدام از این حقوق مراعات نشد دیگه چه برادری؟ آنچه که این اخوت رو تشکیل میده اون حقوقی است که به گردن هم پیدا کردن. اون حقوق کنار رفت دیگه برادری باقی نمیمونه. این در واقع تعلیل اون فرمایش قبلی حضرته. نکته تربیتیشو بارها خدمت دوستان عرض کردم، باز هم تکرار میکنم، مربی باید با استدلال حرف بزند، مربی باید برهان اقامه کند. چرا گفتم حق برادرتو ضایع نکن با اتکال به این که او هیچی نمیگه؟ چون اگه ضایع کردی دیگه برادرت نیست. این برهان اون جمله اول رو قابل پذیرش میکنه توسط متربی. مربی باید مرتب با برهان حرف بزنه، با تحکم و زورگویی اینها کار تربیت پیش نمیره. ولا یکن اهلک اشق الخلق بک، نکنه خانواده تو بدترین مخلوق نسبت به تو باشن. چقدر این جمله ها زیباست و چقدر حضرت انگوش گذاشته روی حساس ترین مسائل تربیتی که هر کدامش عرض کنم که دنیای از مطلب توشه. طوری نباشه که اهل تو که باید بهترین ها نسبت به تو باشن، با وفاترین ها نسبت به تو باشن و خوبترین ها نسبت به تو باشن، بدترین ها نسبت به تو باشن. راهش چیه؟ راهش خوب بودن، خوب بودن ما با اهل. پیامبر فرمود افضلکم ایمانا احسنکم اخلاقا فی اهله و انا احسنکم اخلاقا فی اهلی. برترین ایمان ها رو در بین شما کسانی دارن که نسبت به اهل خودشون، نسبت به خانواده خودشون خوش اخلاق تر باشن. و من در بین شماها از همه به خانواده خودم خوش اخلاق ترم. دوستان سوره مبارکه تحریم رو مطالعه بکنید، ببینید که همسران پیامبر بعضیشون چه توطئه ها بر علیه پیامبر طراحی میکردن. همسر پیامبر بودن ها، تو فضای خدمت پیامبر لحظه به لحظه معجزات رو میدیدن، ولی سر بعضی از کارهای زنانگی ببینید چه توطئه های عجیب و غریب بر علیه پیامبر طراحی میکردن. در این حال ببینید باز پیامبر چه کار میکرد. برای خوش آمد اونها حلال ها رو بر خودش تحریم میکرد. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. چرا این کارو کردی؟ چرا حلال رو بر خودت تحریم کردی به خاطر اینکه همسرات خوششون بیاد؟ برو کفاره بده و بشکن این تحریم رو. حضرت می فرماید نکنه طوری تو خانواده رفتار بکنی که از همه مردم بدتر نسبت به تو اهل خودت باشن. بعضی از ماها هستیم که تو خارج از خونه خیلی خوبیم، فراوان تو محیط تو جامعه هستا، تو خارج از خونه خیلی خوبن، همه میگن عجب آدم خوبی است، خوش اخلاق چنین چنان هست، وارد خونه که میشه بخت النصر یا بخت النصر. نه، اینجوری نباید باشه. بهتر از همه جا باید تو خونه بود. اهل بیت اینجوری بودن، پیغمبر اینجوری بود، با اون عجوزه های عجیب و غریب. بعضیشون بسیار با صفا بسیار خوب بودن، بعضیشون واقعا قابل احترام هستن، مثل ام سلمه رضوان الله تعالی علیها. خب اینا خیلی خوب بودن، زینب بنت جحش، ماریه قبطی، اینا بسیار عالی بودن. و بعضیشون که حالا مثلا چند بارم ازدواج کرده، شکست خورده،
حالا بار سوم چهارم مثلا با پیامبر ازدواج کرده، بعد ببینید چه توطئه ها چه کارهایی که اینا بر علیه پیامبر نمی کردن. در این حال رفتار پیامبر رو نسبت به اونها باز ملاحظه بفرمایید. پس نکته اول این شد که نباید ما طوری رفتار بکنیم در خانواده که بد رفتار ترین، اینجا اشقا به معنای بدبخت نیست، چون خود شقی به معنای بدبخته، اینجا معنی بده نه بدبخت. ما سعید داریم یعنی خوشبخت، شقی داریم یعنی بدبخت. اینجا اشقا یعنی بدترین. طوری نباشد که بدترین مردم نسبت به تو خانواده خودت باشن. طوری رفتار کرده باشی که خانواده تو از همه نسبت به تو بدتر باشن. خب بعضی از ماها هستیم که خانواده خودمون پشترمون نماز نمیخونن، البته بنده پشترم نماز میخونن تو وسط دعوا نرخ تعیین بکنیم که مشکلی پیش نیاد. بنده اصلا اول حتی قبل از اینکه مؤمن بشم میخوندن، همیشه هم میخونن، الان میخونن. اما خب بعضی هستن که خانمشون پسرشون نماز نمیخونه، خانمشون پسرشون نماز نمیخونن. چطور رفتار کرده که اینجوری شده؟ اینجوری نباید باشه. باید تو خونه رفتارش از همه جا بهتر باشه، طوری که حداقل افراد خانواده خودش راحت با تو و رغبت پسرش بیستن نماز بخونن، بگن دیگران میخوان بخونن میخوان نخونن، ما کیشون عادل میدونیم، ما کیشون رو قبول داریم. اینجوری باید رفتار کرد. پس نباشه که تو در خانواده خودت خانواده تو نسبت به تو از همه بدتر باشن. اینم برمیگرده به رفتار خود انسان. اینم نکته دومش. ولا ترغبن فی من زهد عنک. نکته بعدی این که کسی که نسبت به تو بیمیله، تو با تکلف خودتو به اون نچسبون. نسبت به کسی که نسبت به تو بیمیله رغبت نداشته باش. این از چند جهت شاید این نکته باشه. یه نکته این که خب دلها به هم راه داره، اگر او نسبت به تو بیمیل هست یا تو نسبت به او بیمیل هستی، بدان که او هم نسبت به تو بیمیل هست. یه روایتی داریم که البته الان باز جای بحثش نیست، یه بحث خیلی دقیق فلسفی است. این روایت توی مرحوم صدر المتعلین تو اسفار جلد نهم ظاهرا یادم میاد نقل کرده که ان الارواح جنود مجنده. ارواح سربازان منظمی هستن که در عالم ارواح با هم ارتباطات تعاملاتی دارن. اون چیزی که اونجا دیدن در عالم ناسوت واکنش رو شما مشاهده میکنید. اگر کسی نسبت به شما بیمیله، بدونید که در عالم ارواح با هم درگیر بودید، دشمنی اونجا وجود داشته، انعکاس اون دشمنی اینجاست. شما نسبت به او رغبت نداشته باشید، چون قبلا دعواتون رو کردید از هم جدا شدید. این یه نکته که البته نکته عرض کردم، این نکته فلسفی است و بحث دقیق فلسفی لازم داره. این بحث ما جاهایی مطرح میکنیم که میگن ما چرا بی خودی از این نفر بدمون میاد، نه سابقه داریم نه دیدیمش، نه همین که ببینیمش ببینیم بدمون میاد ازش، یا اینکه از یه نفر خوشمون میاد با اینکه سابقه نداریم با هم، ولی اولین بار توی کشور خارجی مثلا به یه نفر برخورد میکنیم ببینیم از این خوشمون میاد. یک وجهش اینها، وجوه دیگه هست، من اون وجوه رو نگفتم. یه وجهش اینه که گاهی ممکنه که همون ارواح جنود مجنده اونجا با هم تعاملاتی داشتن که به اینجا رسیدن. این یک نکته که پس اگر کسی نسبت به شما رغبت نداره، شما با تصنع و تکلف و به زور نخواه خودتو به او بچسبونی، تو هم به او رغبت نداشته باش. او نسبت به شما بیمیل هست، شما هم نسبت به او بیمیل باشید. چرا؟ چون دل به دل راه داره یا روح به روح راه داره. و نکته دوم این که شاید وشش این باشه که اگر کسی نسبت به ما بیمیل هست، ما بخوایم خودمون رو به چسبونیم باید شخصیتمون زیر پا بذاریم، و این خلاف تربیته. ما گفتیم که یک اصل تربیتی بسیار مهم در نظام تربیت اسلامی داریم تحت عنوان اصل کرامت ذات انسان، کرامت ذاتی انسان. این اصل باید همه جا مراعات بشه. خب اون طرف از من بدش میاد، من میخوام خودم رو به چسبونم، این نتیجه باید شخصیت خودم زیر پا بذارم، باید کرامت نفسم از دست بدم. میفرمان نه این کار رو نکن. اگر هر دو نسبت به هم رغبت دارید، خب نداره.
چو خوش بی مهربانی هر دو سر بی، یک سر مهربانی درد سر بی. اگر مجنون دل شوریده داشت دل لیلی از او شوریده تر بی. اگه محبت دو طرفه باشه خب خیلی خوبه، اما این خود یک طرفه بشه کار به جایی نمیرسه. خب پس نکته دوم که عرض کردیم این شد که گاهی ممکنه که او به ما میلی ندارد، ما میخوایم خودمون رو به او نزدیک بکنیم، این باعث شکستن شخصیت انسان میشه و اسلام با این امر مخالفه. من برم خونهشون تحویلم نمیگیره، خب نرم. پس نکته دومی شد که گاهی ممکنه که کسی به ما رغبت نداشته باشه، ما بخوایم به او تمایل داشته باشیم باعث از بین رفتن شخصیت ما بشه و اسلام این رو نمیخواد. البته ممکنه وجوه دیگری هم داشته باشه. دو وجهش به ذهن بنده رسید. یه وجه این که به هر حال یک علتی دارون، علت ممکنه قلب باشه، علت ممکنه روح باشه و ما نمیتونیم مشکل حل کنیم. وجه دوم این بود که شخصیت خودمون رو حفظ بکنیم و اگر او نسبت به ما تمایل نداره، ما هم نسبت به او به زور نخواهیم تمایل داشته باشیم. ولا یکونن اخوک اقوا علا قطیعتک منک علا صلته. میفرم این اقوا که قوی تر معنا هست، قطیعت هم یعنی قطع کردن، صله هم یعنی وصل کردن. میفرم نکنه دوست تو، برادر تو در بریدن رابطه با تو از تو قوی تر باشد در پیوند زدن با او. حضرت اینجا دو تا فرد در نظر گرفته، یکی خود اون متربی که دوست داره که با برادرش پیوند داشته باشه، یکی برادرش که دوست نداره پیوند داشته باشه، میخواد که از این برادر جدا باشه. میفرماید نباید او زورش از تو زیاد باشه، تو باید طوری رفتار بکنی، آنچنان با قدرت رفتار کنی که این تمایل به صله تو بر تمایل به قطع او غلبه کنه. تکرار میکنم، دوست برادر ما میخواد که از ما قطع رابطه بکنه، ما میخوایم که قطع رابطه نکنیم، چون میبینیم محیط درستی است، محیط اسلامی است، برادری اسلامی کامل هست. چرا میخواد قطع رابطه بکنه؟ به خاطر ضعف ما. چرا میخواد قطع رابطه بکنه؟ به خاطر اینکه ما حقوق برادری مراعات نکردیم. چرا؟ چون ما قدرشو ندونستیم، چون ما ضعیف بودیم. فرماد تو ضعیف نباش، تو از او قوی تر باش، تو رو رفتار کن که اگر او خواست از تو ببرد، این کارهایی که تو کردی غلبه کنه به اون خواست او و او نتونه از تو جدا بشه. اینم از اون مطالب بسیار لطیفه به لحاظ تشبیه که حضرت اون قطع رابطه رو یک نیرو در نظر گرفته، او مثلا 5% نیرو به کار میگیره که از شما جدا بشه. علتش هم اینه که شما بد رفتار کردی، حقوق و اخوت رو مراعات نکرد. خب حالا من چیکار کنم اگه منم یک درجه مثلا نیرو داشته باشم؟ خب او غلبه میکنه، قطع میشه رابطه، تموم میشه میره. اما اگه من 10 درجه نیرو به کار بگیرم، اون 5 درجه نیروی که میخواد قطع کنه رو خونسا میکنم، 5 درجه هم برای اتصال باقی میمونه. نتیجه میشه که برادری متصل باقی میمونه. ضعیف نباش که دوستی که میخواد از تو قطع رابطه بکنه، برادری که میخواد از تو قطع رابطه کنه موفق بشه. انقدر نیرو به کار بگیر که زور تو بر او بچربد. این با اون جمله اول منافات نداره ها. این دوستی هست میخواد قطع بشه، اونجا دوستی نیست میخواد بشه. جمله اول جایی بود که دوستی نیست میخواد برقرار بشه، میگه کسی که شما رو دوست نداره خب دنبالش نرو. اما اینجا اخوت هست، برادری هست، میخواد قطع بشه. فرمود تو انرژی بیشتر بذار. اگه او 5 واحد انرژی گذاشت برای قطع، تو 10 واحد انرژی بذار برای وصل تا تو پیروز بشی، دوستی قطع نشه. نکات دقیق تو این جمله هست که من انشالله در جلسه آینده نکات رو خدمتون عرض خواهم کرد. خداوند انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما بی کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها را برطرف بفرماید.
رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.